دستیار شما باشه. ببینید، جوانی بلزونی وارد مصر شد سالهای 1800، مبهوت مصر میشه، یه دونه دونه این مصر رو داره کشف میکنه، از زیر شن مصر باستان میاد بیرون و بعد به دوستانش میگه ای داد، این مردم مصر هیچ چیز در مورد تاریخ خودشون نمیدونن، اون چه که میدونن نتیجه تحریف کتاب های ابراهیم است، هیچ چیز در مورد تاریخ خودشون نمیدونن. و شما اشاره کردید که از سمبول ها استفاده میکردن چون مردم نمیفهمیدن، اما مردم میفهمیدن. ببینید در 4600 سال پیش پیرامید خوفو ساخته شد، 2,300,000 قطعه سنگ 148 متر رفتن بالا روی سر هم، هنوز هم پابرجاست، زمین لرزه 8 ریختر رو پشت سر گذاشت. با تنها 500 کیلومتر مصر باستان مساحت کره زمین رو اندازه گیری میکنه، اعلام میکنن کره زمین ما. و در مصر باستان تک خدایی زیاد حسام جان ببخشید صدای شما خوب نمیاد، جناب کارگردان صدای جناب دکتر واضح نمیاد. حسام جان همه چی اوکی از طرف شما؟ بله بله خیلی خوب، بفرمایید بفرمایید. مصر باستان تنها 17 سال در زمان اخناتن یکتا پرست میشه، اما بلا فاصله پس از مرگ اخناتن دوباره به چند خدایی برمیگرد. یک جورایی فکر میکردم که تک خدایی کار دستشون میده. آخه فرض کنید دو نفر عاشق یه دختر میشن، هر دو برن سراغ همون خدا. یک جورایی مصری ها علاقه به تک خدایی نداشتن، مانند یونانی ها شاید. بنابراین اما شما زمانی که سر میزنید به مصر باستان در 5000 سال پیش، در 4000 سال پیش، 3000 سال پیش، میبینید که چقدر زیباتر از کتاب های ابراهیمی نگارش میکردن. میبینید که به چه اندازه فهمیده بودن مقام زن، حقوق زن، حقوق حیوانات، حقوق خردسالان. اما شما زمانی که به کتاب‌های ابراهیمی سری می‌زنید، نه از حقوق زن خبری هست، نه از حقوق حیوان. حیوان رو فقط ذبح می‌کنید، حیوان رو ساختن که شما از اون بهره برداری کنید، اون رو بخورید. یا کودکان، از حقوق کودکان خبری نیست. اما می‌خوام به شما بگم که نباید که تاریخ انسان رو هم دست کم گرفت. همین انسان در 4000 سال پیش زنی رو برای فرعون شدن انتخاب، همین انسان کشتی های رو می سازند که هنوز هم پابرجا هستند اما حیرت آور است برای دریانوردی، همین انسانی که با حیوانات ایجاد ارتباط، گربه در مصر باستان به مقام خدایی میرسه و چه همکاری میان انسان و گربه است. این گربه ها سیلوهای مصر رو حفظ می از موش ها، اما برای اونها احترام داشتن، برای تمساح همینطور، برای لکلک همینطور، حتی اونها رو مومیایی میکردن. بعد به ادبیات اونها که نگاه میکنید، به موزیک و رقص در مصر باستان، به مد در مصر باستان. و ببینید جالب هست، در مصر باستان برای صدها و صدها سال زن و مرد کم و بیش برهنه هستن، اما هیچ اهمیتی نداره برای اونها، به خاطر بالا بودن سطح فهم و شعور. حتی زمان هچی بود حدود 3500 سال پیش یک زن فرعون هست آموزش رو اجباری میکنه برای کودکان، کودکان بایستی که آموزش ببینن. خود من به اون دبستان رفتم، دبستانی که در رزیگه های آخر هچی بود هست و هنوز شما آثار اون مشق بچه ها رو حتی میتونید ببینید، اصلا فوق‌العاده هست، احترام به کودکان. اما حالا یک سری بزنیم سری به سالهای 1800، جوانی بلزونی اعلام میکنه که هرچی که اینها در مورد مصر گفتن تحریف تاریخ است و شما در مصر برای نمونه هیچ اثری جناب ریاضتی مطلقا از شخصی به نام موسی نمیبینید، از وجود نداره، اگر شما تونستید پیدا کنید نیست، وجود نداره. شما برید دنبال این یوسف بگرد نیست، برید دنبال سلیمان بگرد نیست، برید به دنبال نوح بگردی نیست. حالا در مقابلش تا دلتون بخواد سند و مدرک است در مورد این هتل 4700 سال پیش نخستین آسمان خراش دنیا رو بسازه با سنگ مصنوعی، سنگ دستساز، هنوز هم پابرجاست، هنوز هم پابرجاست. یا نگاه کنید هسیرا، 4700 سال پیش وزیر بهداشت است،
میگه که تا زمانی که تشخیص ندادید معالجه نکنید، که چه بسا معالجه شما بدتر از بیماری باشه. اصلا فوق‌العاده است. حالا شما نگاه کنید به واکنش ما در مقابل کووید، چطوری چپ و راست به مردم این و اون رو پیشنهاد میدادن بدون اینکه تشخیص درستی داده شده باشه. میخوام به شما بگم در مقام و شکوه و عظمت این تمدن، تمدن مصر باستان، تمدن فرهنگ مصر باستان، چرا راه دور بریم؟ بریم به